با سلام و درود فراوان به شما بینندگان خوب شبکه جهانی تلویزیون پارس در هر کجای این دنیا که نظارگر برنامه‌های ما هستید. امیدوارم که حال و احوالتون خوب باشه، لبخند بر لبانتون باشه، تنتون سالم و جیبتون پر از پول باشه. خب میرسیم به یک برنامه دیگر از برنامه‌های بنده به نام واتساپ، یعنی چه خبر؟ خبر که بسیار بسیار زیاده. هفته گذشته آهنگی رو در صفحه اینستاگرام خودم پخش کردم به نام حجاب تو رعایت کن، که قابل توجه شما عزیزان قرار گرفت و از سراسر جهان، در هر صورت کوچیک و بزرگ، در هر جای دنیا که هستند، کامنتارم باز کرده بودم و مردم نظر و عقاید خودشون رو به صورت محترمانه و آزادانه در روی صفحه اینستاگرام بنده نوشتم. خیلی جالب بود، نوشته های مردم رو وقتی میخوندم، چه موافق چه مخالف، برای من جالب بود که امروز در رابطه با این آهنگی که در صفحه خودم، که با دکلمه خودم بود، با صدای خودم بود که پخش کردم، میخوام در رابطه با اون با شما عزیزان صحبت بکنم. دنیا رو آب برد و ما رو خواب، خواهر حجاب تو رعایت کن. بابام از قصه نداری مرد، خواهر حجاب تو رعایت کن. مردم تو زباله ها دنبال غذا میگردن، خواهر حجاب تو رعایت کن. مسئولین دزدند، مهم نیست، تو حجاب تو رعایت کن. دیگه برامون چیزی نمونده، خانوم شما حجاب تو رعایت کن. مردم دارن تو خیابونا زیر پل زندگی میکنن، مهم نیست، حجاب تو رعایت کن. آخه دیگه آینده ای نداریم. حرف زیادی نزن، تو حجاب تو رعایت کن. یخچال و سفره هامون خالیه، تو حجاب تو رعایت کن. درد بیکاری چی؟ مهم نیست، شما حجاب تو رعایت کن. مادرم تن فروشی میکنه، حرف زیادی نزن، تو حجاب تو رعایت کن. عدالتی وجود نداره؟ خواهر تو حجاب تو رعایت کن. بچه‌م بی دوا مونده، خدا بزرگه، تو حجاب تو رعایت کن. پس قانون اینه که قانونی نیست. بهت گفتم حجاب تو رعایت کن. خب بذارین در اینجا اشاره بکنیم به پیام‌های شما، به پیام‌های خیلی از عزیزانی که در صفحه اینستاگرام چه مخالف چه موافق برای من کامنت گذاشته بودن در همین صفحه اینستاگرام خودم. خیلی از عزیزانی که در سراسر جهان در هر صورت عضو صفحه اینستاگرام من هستن نوشته بودن که درود به تو شهرام عزیز، برای اینکه حرف دل ما رو زد. ولی خیلی هم هستن که مخالف این مسئله هستن. یعنی میگن که چی؟ یعنی میگن مسئله حجاب قانون ایران هستش و ما باید چیکار بکنیم؟ بهش احترام بذاریم. پس بنابراین میریم با همدیگه نگاه میکنیم به تعدادی از پیام هایی که شما عزیزان چه موافق چه مخالف برای ما فرستادید. با هم نگاه. خب همونطوری که خودتونم دیدید، پیام ها رو که در اینستاگرام نگاه کردید، خیلی ها موافق هستن و خیلی ها مخالف. حالا من میخوام درباره اون مخالفین با شما صحبت بکنم. چرا؟ به خاطر اینکه مخالفین میگن آقا این قانون این مملکت، قانون جمهوری اسلامی ایران هستش و ما باید رعایت بکنیم و بهش احترام بذاریم. حالا به خاطر این مسئله بنده رفتم و
تاریخ رو یک مروری کردم. خواستم ببینم این مسئله حجاب از کجا شروع شده. چرا کسانی هستند که این مسئله رو به عنوان قانون بهش نگاه میکنن؟ در سال 1936 میلادی، 8 ژانویه 1936 که رضا شاه کبیر زمانی که حکومت میکرد بر ایران، میدونید که دستور داد که بعد از این هیچ کسی نباید از چادر و یا پوشش اسلامی استفاده بکنه، که البته مخالفین بسیار بسیار زیادی هم داشت، برای اینکه روحانیان گفتن که آقا یک همچی قانونی نمیتونه باشه، این از قدیم و ندیم در دین ما وجود داشته و رضا شاه هم باید بهش احترام بذاره. خب اسمشو بعدن چی گذاشتن؟ اسمشو گذاشتن کشف حجاب. ولی خب همون زمانی که کورش کبیر با آتاتورک با همدیگه دوستی بسیار بسیار صمیمی هم داشتن و در رابطه با دو کشور ایران و ترکیه و پیشرفت این دو کشور همیشه صحبت میکردن و تحت تأثیر واقعا آینده نگری آتاتورک هم قرار میگرفت، فکر کرد که با برداشتن چادر راهی میتونه پیدا بکنه در ترقی و پیشرفت ایران. خب بعد از اینکه رضا شاه کبیر از ایران تبعید شد، در سال 1941 محمد رضا شاه پهلوی پسر رضا شاه کبیر حکومت ایران رو، سلطنت ایران رو به دست گرفت و برخلاف خواسته پدر خودش قانونی رو تصویب کرد که زنان میتونن حق انتخاب داشته باشن. یعنی اگر کسی دوست داره که چادر سرش بکنه میتونه این کارو بکنه و کسی هم اگر میخواد آزاد باشه میتونه دقیقا همین کار رو انجام بده، مثل خیلی از کشورهای مسلمان، مثل ترکیه که امروز ما شاهد کشوری هستیم مسلمان که هر دو انتخاب رو شما عزیزان میتونید داشته باشید. ولی خب در زمانی که این قانون عوض شد، یک حرکت جدیدی در ایران به وجود اومد. یعنی باز هم رضا شاه پهلوی داشت سعی میکرد که به زنان اون حق و حقوق رو بهشون بده، چه اونی که واقعا قبول داشت چادر به سر داشته باشه، چه اونی که دوست داشت آزاد باشه در زندگی. بنابراین با همین مسئله یک جایی رو، یک راهی رو، یک چطوری بهتون بگم، یعنی مسیری رو برای زنان به وجود آورد که خب بعدن دیدیم که چقدر زنهای ایران، شیر زنان ایران فعال بودن و تونستن به موفقیت‌های خیلی بزرگ برسن. اون هم به خاطر آزادی بود که به زنان ایران داده شد.
اما میرسیم به سال 1978، انقلاب ایران، زمانی که خمینی وارد ایران شد و در 2 دسامبر 1979 برای اولین بار قانون اساسی ایران دوباره نوشته شد. در رکن اساسنامه ایران، اولین قانون اساسی اساسنامه ایران چی بود؟ حرف زور به کسی گفته نخواهد شد، یعنی کسی رو مجبور نخواهد کرد برای هیچ کاری. و سومین قانون اساسی ایران، آزادی بیان، آزادی اندیشه و آزادی هنر. و در ضمن در هیچ کجای این قانون اساسی ایران صحبتی از حجاب نیست، یعنی هیچ قانونی ننوشته که در جمهوری اسلامی ایران، در ایران حتما حجاب باید رعایت بشه و یا قانون هستش که همه سرشون باید چادر بشه. البته 98% مردم به جمهوری اسلامی ایران رأی دادن، ولی باز هم در هیچ جای این قانون اساسی و در هیچ جای این رأی‌گیری صحبتی از اجباری بودن حجاب گفته نشد. بعد از گذشت یک سال که مردم به جمهوری اسلامی ایران رأی داده بودند، در سال 1980 میلادی جمهوری اسلامی قانونی را تصویب کرد که در اماکن دولتی حجاب اجباری هستش. خب بعد از تصویب کردن این قانون، جمهوری اسلامی با مخالفت شدید مردم روبرو شد. و در سال 1983 میلادی دولت جمهوری اسلامی ایران رسماً اعلام کرد که در همه جای ایران، چه در ادارجات چه در خیابانها، دیگه بعد از این حجاب
اجباری هستش. Le 8 mars, à Téhéran, 50 000 femmes iraniennes dans les rues, et partout dans le monde, des milliers de femmes qui se réjouissaient de la naissance d'un mouvement de libération des femmes dans un pays islamique. Dès le premier jour, et pendant toute cette semaine de révolution des femmes, 4 d'entre nous étaient avec elles dans les rues. Manifestations, sit-ins, discussions, réunions. Et nous étions nombreuses à Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille et d'autres villes, à mettre toutes nos forces à faire connaître leur mouvement. Nous avons transmis jour après jour leur révolte, leur fête, leur violence, leur victoire. Nous, les femmes du mouvement de libération des femmes, pratique politique et psychanalyse, qui affirmons que quand des femmes iraniennes brisent leurs chaînes, ce sont les femmes du monde entier qui avancent avec elles. Le 8 mars n'est ni un jour de l'Est, ni un jour de l'Ouest, c'est un jour mondial. À l'aube de la révolution, les femmes sont oubliées. Nous sommes des femmes iraniennes, nous ne resterons pas enchaînées. Sans la libération des femmes, la révolution n'a aucun sens. D'autres slogans, nous ne voulons pas de voile obligatoire. خب بعد از اینکه این قانون تصویب شد یک بار دیگه مردم به خصوص خانم ها اعتراض خودشون رو به خیابون ها آوردن. صدها هزار زن در خیابان های ایران به اعتراض به قانونی که از طرف جمهوری اسلامی ایران تصویب شده بود با هم یک صدا فریاد می زدند که ما حجاب اجباری نمی خواهیم. چرا؟ به خاطر اینکه در قانون اساسی ایران یک همچین چیزی به ثبت نرسیده بود و مردم به یک همچین قانونی رأی نداده بودند. Les femmes ne doivent pas juger, les femmes doivent mettre le tchador, les femmes doivent faire ça, les femmes doivent faire ça. On a fait des manifestations pour dire que le gouvernement libre n'a pas droit de dire il faut ou il faut pas. C'est nous qui choisirons et c'est nous les femmes qui choisirons notre droit. و اما میرسیم به کسانی که در صفحه اینستاگرام بنده گفتن که این مسئله در ایران قانونی هستش و ما باید به این قانون احترام بذاریم. ولی همونطوری که بهش اشاره کردم و در قانون اساسی ایران هم نوشته شده بود، حجاب در هیچ جای این اساسنامه قانونی نبوده و نیست. بعدن خودشون اومدن و این مسئله رو به گفته خودشون قانونیش کردن. پس بنابراین اگر کسانی که واقعا فکر میکنند که یک همچین چیزی قانون هستش، بیاییم و این مسئله رو به رفراندوم بذاریم، ببینیم همونطوری که 40 سال پیش مردم رأی داده بودن به جمهوری اسلامی، ببینیم آیا در رابطه با حجاب اجباری هم یک بار دیگه بعد از گذشت 40 سال آیا کسی به حجاب اجباری رأی مثبت میده یا خیر. وای میستم مثلا میخوای چیکار کنی؟ برو بابا، تو هر موقع رو سری پوشیدی منم رو سری میپوشم. خب همین الان رو سری بپوش من میپوشم. من خواهر تو نیستم، خدا نکنه خواهر تو باشم. برو بابا. الان مثلا داری برای من زنگ میزنی؟ وای ترسیدم، وای دارم میرم مترو صادقیه، دیرم شده بیا مترو صادقیه، دوست ندارم وایستم. به تو چه؟ بیا بزن، جرأت داری بزن. دوست ندارم، دوست ندارم رعایت کنم، نمیخوام. آقا جان حقمه، دوست ندارم بپوشم. هیچ هم زشتی، خیلی هم زیباست، خیلی هم زیباست. گم شدی بابا. اصفر دوست ندارم، به تو چه؟ دوست ندارم، به تو ربطی نداره. بیا
بیشون قیافته دوست دارم حداقل چه رعایت کن گم شو برو کثافت وحشی گوه میخوری به من دست میزنی حروم داره به توشه دوست ندارم حداقل چه رعایت کن دوست دارم تیره داری دوست ندارم نفهم باباته گم شو برو اولاقی کثافت سر تا پا ته هیکلته لجن به تو ربطی ندارم بیا آه. خواهش کردم حداقلش رو رعایت کن هر چه دوست داری بگم دوست ندارم بپوشم حداقلش رو رعایت کن دوست ندارم به تو ربطی ندارم تو شخصیت نداری که برای کسی شخصیت قائل نمیشی دوست ندارم بپوشم دوست ندارم بپوشم آقا جان دوست ندارم بپوشم دلم نمیخواد بپوشم برو به تو ربطی ندارم برو به این بابا دوست ندارم بپوشم وایسان گوشه وایسان گوشه اون بر خانوم باش وایسان گوشه وایسان گوشه وایسان گوشه بشین 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 خدا لذت می‌کنی خود نکن بشین تبرج به تبرج خود خدا you may have seen, millions have. It looks like surrender, but it's not. For nearly 40 years, Iran has required all women, citizen or veteran. ملت 50 سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین می کند سرنوشت هر ملتی به دست خودش است میتونم بپرسم به شما چه ربطی داره؟ من دارم فیلم می گیرم حرفی داری اینجا بزن جلوی خب ما اون قانونی که قبول نداریم چی؟ خب من اون قانون رو قبول ندارم آقا من اون قانون رو قبول ندارم بردهداری هم یه روز قانون بوده دیگه درسته؟ به این قانون که کشور ایران قانونش باید قانون با مخالفی بری یه جای دیگه این کشور مال منم هست مال تو فلان نیست الان اکثریت به این قانون رای داره نه اکثریت رو کی تعیین میکنه شما؟ من تعیین کنم 98% که البته 98% مردم به جمهوری اسلامی ایران رأی دادن ولی باز هم در هیچ جای این قانون اساسی و در هیچ جای این رأی‌گیری صحبتی از اجباری بودن حجاب گفته نشده بود بعضی شرایط در گذشته بوده حالا هم هست مورد تهاجم واقع میشه و وظیفه همه ما هست که حفاظت بکنیم از این سرمایه عظیم فرهنگی ما کسی اجباری کنم با تو من الان راحت هم کتم بزنم بهت یک منگاری بشه درست کن درست کن الان باید چی میزنی؟ باید چی میزنی؟ کسی کارون برد داشتید بنده هم دوست دارم دخالت کنم توی قانونی که زیر پا گذاشتی چرا قانون رو زیر پا میگذارید بعد میگید دخالت نکن خودت دخالت میکنی شما بعد قانون رو زیر پا میگذارید چرا قانون رو زیر پا میگذارید خواهر من ده یعنی چی؟ شما قانون رو زیر پا گذاشتی
قانون مملکت رو زیر پا گذاشتید. مزاحمت چی آقا؟ مزاحم شمایید. باشه مزاحم نمی کنم شما رو دیگه. عوض نشه. حکم خداست. حجاب باید رعایت کنید. وظیفتون رعایت کنید. مجلسی که بدون اطلاع مردم است و بدون رضایت مردم است، این مجلس مجلس غیر قانونی است. بنابراین اینهایی که در مجلس نشستند و مال ملت را گرفتند به عنوان اینکه حقوق هر فرض کنید که وکیلی اینقدر است، این حقوق را حق نداشتند بگیرند و ضامن هستند. اینجا میخواستم بهتون بگم که من با دین و یا قوانین دین هیچ مشکلی ندارم. من هم مثل شما با خدای خودم راز و نیاز میکنم و به قوانین مذهبی خودم احترام میذارم. ولی این برای من یک علامت سوالی رو به وجود آورد و به دنبال این رفتم که ببینم در کجای کتاب آسمانی ما صحبتی از حجاب اجباری هستش. It hasn't been spoken yet. These are Arabs who have betrayed the religion of their fathers. They follow a lunatic they call a prophet. Who's stronger now? Your master or this one god of yours? Say, Hubal is your god. Say it! To this inhumanity has come a man whom God chose. And in that we believe. طوری که در خیلی از برنامه‌های خودم همیشه به این مسئله اشاره می‌کنم که قبل از اینکه ما قضاوتی بکنیم و درباره یک مسئله حرف بزنیم، بهتر اینه که بریم خودمون پرسجو بکنیم و یا بخونیم و حقایق رو پیدا بکنیم. به خاطر همین مسئله شد که من هم رفتم و رجوع کردم به قرآن کریم که ببینم در کجای قرآن صحبت از حجاب اجباری و یا پوشاندن سر زن هستش و در هیچ کجای قرآن به این مسئله برخورد نکردم. The disciplines the prophet puts upon you. You may not harm a woman, a child, or any old person. Strike only at those who have expelled you, who have stolen your rights and enriched themselves with your possession. تنها جایی که من در قرآن کریم با مسئله حجاب برخورد کردم، که البته حجاب در زبان عربی به عنوان پرده میاد، اونم زمانی بوده که پیامبر زمانی که میهمانانی رو به منزل خودش دعوت میکرده و به دیدن ایشون میومدن، اون زمانی بوده که این پرده رو میکشیده که بین خانواده خودش و میهمانان خودش یک پرده ای باشه. در زمینم باید اشاره بکنم که در یک جای دیگه بنده در آیه‌ای دیدم که صحبت از پوشاندن سینه‌های خانم‌ها هستش و خب اون موقع شاید این مسئله رو به عنوان حجاب می‌دیدنش و یا پوششی می‌دیدن که در قرآن این نوشته شده، وگرنه به غیر از این دو آیه‌ای که و این دو مسئله‌ای که درباره‌اش صحبت کردم، من در هیچ کجای قرآن کریم چشم به مسئله حجاب اجباری و یا پوشاندن سر زن که حتما زن مجبور هستش که این کارو بکنه ندیدم. و اما اینجا میخواستم اشاره بکنم به این مسئله که در قرآن کریم هم، البته اگر با عرض معذرت اگر من تلفظم درست نباشه، میگه که لا اکراه فی الدین، یعنی در دین هیچ اجباری وجود نداره. پس بنابراین اگر امروز میبینیم که خیلی از کسانی که در رأس کار هستن، در حکومت جمهوری اسلامی هستن و خیلی از مسائل رو به صورت قانونی دارن میکنن و اجباری کردنش، باز همونطوری که در آیه قرآن کریم هم گفته شده لا اکراه فی الدین، یعنی در دین هیچ اجباری وجود نداره و امروز آقایون فقط و فقط به خاطر مسائل شخصی خودشون و قانونی که خودشون میخوان داشته باشن از قرآن کریم به این صورت استفاده میکنن.
خب بینندگان عزیز، میرسیم به انتهای برنامه امروزمون. امیدوارم که برنامه بنده مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه و آرزوی قلبی من اینه که ما روزی بتونیم واقعا در یک کشوری آزاد در کنار هم اون شکلی که اون طوری که دوست داریم زندگی بکنیم، همون شکلی که قرآن کریم ازش صحبت کرده. یعنی چی؟ یعنی اجباری وجود نداره. پس بنابراین وقتی که من در رابطه با حجاب اجباری و یا حجاب تو رعایت کن این دکلمه رو انجام دادم، میخواستم به این مسئله اشاره کرده باشم که ما مشکلات بسیار زیادی در مملکتمون داریم. امروز میبینیم که مواجه هستیم با ورشکستگی اقتصادی، ورشکستگی سیاسی، ورشکستگی اخلاقی، ورشکستگی فرهنگی، ورشکستگی ناموسی. یعنی در صحنه بین المللی متاسفانه دیگه هیچ جایی نداریم. یعنی آیا تمام مشکلات ما حل شده و مسئله فقط و فقط حجابه؟ یعنی امروز اگر حجاب رعایت بشه تمام اون اتفاقات منفی، اتفاقات ناگوار از بین خواهد رفت؟ یعنی واقعا مردم یک نفس راحت خواهد کشید؟ یعنی یک پدر خواهد تونست که سر سفره خانوادش یک کیلو گوشت بیاره؟ چه وقت کنه خرطی منه بده؟ که ما دوتا مریضیم، خدا مریضم، زنم تو کنه مریضه، برم به چی رو بزنم که من میخوام بره دوتیو؟ کمیته امداد میگه تو کشاورزی برم، کو کشاورزی؟ من که خدا بودواد بده بودم، من بودواد بگیر شدم که دانه بیشم دستم دانه که دیده رو حجر دوزه شور دادم دستم کنون که دیگه راست را کردم. حالا خودم موندم زندگی بلنده با حکومت اسلامی، کوه اسلام، حکومت حضرت علی هم همینجور بود، حکومت حضرت علی حق و ناس بود. چرا چی میکنم به ما؟ چرا دور به ما میکنن؟ نمی‌کنه. واسه خودش قضا جمع میکنه. آره کهنه ها رو جمع میکنه. این عزت و شرفی بود که آقای خمینی قول و وعده‌اش به ملت ایران داده بود. نمیدونم چی بگم، خیلی راحت میکنم صحنه آورم. بچه ها دعوا میکنیم، به خانواده به هم ریخته، همه چی به هم ریخته، چیکار کنیم؟ نمیتونیم دیگه، تعامل نداریم. لبنیات، گوش، همه چی گرونه. دست داده اند، اصلیت عرض میکنند. ما حساب بکنیم که این مصیبت ها برای چه به این ملت وارد شد. مگر این ملت چه میگوست و چه میگوید که از اون وقتی که صدای ملت در آمده است تا حالا قتل و ظلم و غارت و همه اینها ادامه دارد. سلام داداش گلم، خسته نباشیم. داداش کارتون چیه؟ چیکار میکنی شما؟ زایات جمع میکنیم. چند ماه کار میکنی داداش؟ 6 ماه. تو چند ماه کار میکنی؟ 7 ماه. تو چند ماه کار میکنی داداشم؟ یه سال. چند سالته؟ 8 سالته. بابا ننه داری؟ خانواده داری؟ نداری؟ باش. تو چند سالته کار چند سالته داداشم؟ من 10 سال. خانواده، بابا ننه، داداش داری؟ داری؟ خدا حفظشون کنه. تو چند سالته داداش گلم؟ 10 سالته. خانواده، داداش، بابا داری؟ کارشون چیه؟ شغلشون چیه؟ مثلا کار ارزی به یا خواهی میرن.
هر چی پیدا کنم میره سر کار، خدا حفظش کنه. شما درخواستی از رئیس رؤسای کشور، رهبر، رئیس جمهور ندارین؟ چه درخواستی دارین از رئیس جمهور کشورتون، از بزرگای کشورتون که کمک کنن؟ یه کشوری که دارین، همین که فقط یه کشور که دارین و هیچی ازش ندارین، چی دارین؟ از این کشور چه کمکی تا حالا بهتون کردن؟ هیچ کمکی. تو الان مدرسه میری؟ نه. قبلا میرفتی یا الان میری؟ قبلا نمیذاشتم بری؟ خانوادش نمیذاشتم برم بنده خدا رو. تو چی؟ تو مدرسه میری عزیزم؟ باش انشالله که درس تو بخونی. دوست داری چی کاره بشی؟ دکتر. الهی قربون آرزوهات برم. تو چی داشتم؟ هیچ آرزویی نداری؟ از خدا چی میخوای؟ از خدا چی میخوای؟ از خدا میخوام مادرم خوب باشه. بلندتر میگی؟ از خدا میخوام مادرم خوب باشه. مادرت مریضه؟ خدا حفظش کنه، خدا انشالله بهش سلامتی بده. شنید؟ میشنوین عزیزای دلم؟ میشنوین هموطنهای گلم؟ اینا هم یه هموطنن. گناهشون چیه؟ گناهشون چیه که باید تنها آرزوشون سلامتی بابانانشون باشه؟ بعد 7 سالشونه. واقعا کسی هست که این مطلب رو درک کنه بفهمه؟ فکر نکنم از رئیس رؤسای کشورمون کسی باشه که همچین چیزی رو درک کنه، چون نکشیدن. بدرود. در اصل خیلی دوست داشتم که در اینجا اشاره بکنم به اختلاس‌های میلیاردی ایران و آقازاده هایی که چند صد میلیارد دلار ثروت بیت المال رو دزدیدن به توسط پدرهاشون که در ایران در رأس کار هستن و به آمریکا و کانادا و استرالیا و انگلیس و خیلی از کشورهای دیگه بردن. و چطور ملت و یا اون کسانی که پاسداری از انقلاب اسلامی دارن میکنن، پاسداری از ملت ایران میکنن، چطور نمیان در خیابونها به دنبال اون دزدها بگردن؟ این دزدانی که مملکت رو دارن غارت میکنن، پول ملت ایران رو دارن غارت میکنن، به اسم دین و مذهب، به اسم اسلام اومدن و با دروغ و کلک مردم رو گول زدن و از حسن نیت مردم سوء استفاده کردن و امروز ملت ایران متاسفانه کارتون خواب شده، گور خواب شده، گرسنه شده، فراری شده. سرمایه ها دارن از مملکت فرار میکنن، چه سرمایه های مغزی، چه سرمایه های پولی. آیا مشکل ما واقعا حجابه؟ و یا حجاب رو شما یک بهانه‌ای در اصل به وجود آوردید که یک سرکوبی باشه به ملت ایران و زیر یک پوشش مثل یک زندانی شما بخواید ما رو کنترل بکنید؟ به خودتون بیایید. اگر واقعا شما اعتقاد به بهشت و جهنم دارید، باور بکنید که با کارهایی که شما دارید انجام میدید، با دزدی‌هایی که شما دارید انجام میدید، با خیانتی که شما به ملت ایران دارید انجام میدید، جای شما در جهنم خواهد بود و در بهشت شما هیچ جایی نخواهید داشت. شب و روزتون بخیر. به امید روزی که همونطوری که آیت الله خمینی در بعد و ورودش به ایران گفت، همه در کنار هم مثل خواهر و برادر یکسان زندگی کنید.